بچه ها رولت گوشت ما آماده است، الان میخوایم برشش بزنیم. نگم براتون از عطر و طعمش ویدیو مجبوریم یه ذره رعایت کنیم. آره برای شما نه کامنت بذاری چرا دست تو انداختی داخل گوشت. والا سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. همونطور که بهتون قولشو داده بودیم امروز اومدیم خونه عروس قشنگمون و قرار آموزش رولت گوشت داشته باشیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و استفاده کنید. سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ دیگه ستاره جون یه رولت گوشت من درست کردم، خیلی دوست داشت، بعد گفت آموزشش رو واسه بچه‌ها بذار، منم در خدمتتون هستم دیگه. امیدوارم دوست داشته باشین. مرسی از وقتی که گذاشتی برامون. قربونت برم. خب بعد اینم بهتون بگم که رولت گوشت خیلی مدل‌های مختلف داره. مثلا من بارها حالا جای دیگه رستوران یا حالا کسای دیگه درست کردن خوردم، ولی خیلی مثلا دوست نداشتم. اینو به روش خودم با ذائقه خودم درست کردم، ولی واقعا عامه پسنده، یه چیزی که همه دوست دارن. بله. یه جوری مثلا درست کردم که تقریبا یه موادی توش همه دوست دارن. مثلا آره. مثلا تو رولتای دیگه آلو هست، خیلی‌ها نمیخورن، سیر خوش شده یا آره. حالا پودر سیر هست، بعضیا دوست ندارن، یا کشمش هست، کشمش شیرین دوست ندارن. آره من اینا رو کلا هست که همچون بچهای خودم هم نمیخورن. بعد دیگه مواد لازمش هم که براتون جونم بگه براتون که بگیم که چیا احتیاج داری. آره. و چشمی مواد رو در نظر میگیری راضیه جون؟ آره تقریبا، ولی مثلا اون دیگه به سلیقته. بعضی ها مثلا دوست دارن یه ذره گردو بریزن، یه ذره زرشک بریزن. من خودم زرشک و بچه ها خیلی دوست ندارن، یه قاشق میریزن. میخوایم من اینو چیز کنم رنده کنم تو بکنم؟ تو اذیت میشی. نه چشمت خاصیت اذیت میشه. من اینو درست میکنم، راضیه جون بگه چه چیزایی احتیاج داری. و اینم بگم مادر شوهرم این غذا رو خورده بود، راضیه جون یه روز درست کرده آورده بود خونه مامان، بعد مادر شوهرم هم اونجا بود، این غذا رو خورد انقدر خوشش اومد، بعد من گفت ستاره تو اینو بلد نیست. من حالا خیلی خدا چی بگم حقیقت رو گفتم، بدم نه من تا حالا اینو درست نکردم ولی یاد میگیرم. البته اینو که میخوام درست کنم به نظرم از اون سری خیلی بهتر، چون یه بار دیگه خونه خودم درست کردم بعد اون روز خیلی خوشمزه تر شده بود. خوب. یعنی محمد که مثلا فوق‌العاده عاشق شد، بکن امیرعلی و مهدی که حالا یه ذره عب میذارن رو غذا. آره. خیلی دوست داشتن. یکم سخت پسندم بچه ها. آره تو آره. چی میکشی از دست این دوتا بروجر؟ بعضی اوقات سعی میکنم مثلا با یه غذا تموم کنم، حالا بعضی ها مثلا دو تا سه تا قابلمه میذارن. آره. برای غذاهاشون، من نه، سعی میکنم با همون یه جوری درست کنم. حالا مثلا مهدی قارچ نمیخوری، یه گوشش رو قارچ نمیریزم، مثلا اینطوری توی قابلمه تموم میکنم. آره. خب مریم جون شما زحمت بکش بیار جلو، آره یه جون بگه چی ها میخواد. این رولته کلا سه تا کار مثلا مختلف داره. یه دونه خود گوشت است که باید مواد بزنی، حالا به مقدار مثلا 500 گرم برای 5 نفر موادش مثلا کافیه به نظر من. بعد مثلا گوشتشو جعفری خرد کرده بعد قاطی کنیم، پودر سوخاری و پیاز رنده شده که الان ستاره جون داره زحمتشو میکشه، میبینم که اشکاش داره روون میشه و اینا. آره گفتم بذارم. نه نه بچه ها گفتن یه سری مثلا راهکار داده بودن، یه دونه که پیاز رو بذار فریزر. خب من یه خود تصمیم بگیرم این غذا رو درست کنم؟ آره مطمئنن اصلا نمیشه. یا چاقو رو بذار فریزر، اینو زیر شیر آب، نه اون موقع پوست کندن بود، این روش نمیشه آقا، من چشمام اشک میاد. ولی کلا توی یخچال اگه پیازتو نگهداری کنی کمتر این گازو مثلا منتشر میکنه. بذارش توی یخچال. آره مشکل من یخچاله، یخچالم کوچیکه واقعا، جا نداره. آره این دوشیدار نمیتونه. خب بعد داشتم میگفتم برای رولت خودش گوشته که باید با جعفری خرد کرده، پودر سوخاری، پیاز رنده شده، نمک و فلفل و زردچوبه و زنجبیل. من زنجبیل رو حتما، یعنی یک ادویه‌ای که همه کس نمیزن، مثلا که بقیه یا ادویه کاری میزن یا ادویه‌های مختلف، من خود زنجبیل رو میزنم. هم بوی بعد اون گوشت و مرغ و ماهی کلا معمولا من چه زنجبیل میزنم، هم بوی بعدش رو میگیره، هم که گرمه طبعش، اون سردی غذا رو از بین میبره. بعد چون میخوای به گوشت بزنی رنده ریز کردی؟ آره آره. آره رنده ریز، بعدم کاملا باید آبشو بگیریم. آره بگیریم کاملا آبشو بگیریم. خب بعد یه دونه سس داره که برای سسش معمولا دیگران همه رب میریزن، من با گوجه درست میکنم. آه آه آه. گوجه رو، سه تا گوجه رو پوست کندم، توره کردم،
دیگه پیاز سرخ کرده هم که آماده دارم، حالا اونایی که ندارم باید پیاز خودشون سرخ کنن. پیاز سرخ کرده دیگه فلفل دلمه هم کجا گذاشتم اینا حلقه کنم، اینم زعفران دم کردم اینجا گذاشتم با یخ دم کردم. جان یه چیز بگم، اون بس چیه اونجا پیش خودت؟ اینم الان بهت میگم. برای چه این مواد بین رولت هست؟ آها، مواد بین رولت هم که زرشک میخواد، من به اندازه یه قاشق خیس کردم فهمم شستمش که باید با موادش تفت بدم. یه دونم فلفل دلمه رو کلن ریز ریز آسیاب کردم. گردو هم الان به اندازه موادی که من دارم تقریبا 10 تا دونه گردو رو اینطوری خورد کردم. حالا اگه مثلا هر کی گردو کمتر دوست داره یا اصلا دوست نداره میتونه حذف کنه، بسته به خودشه. بعد اینم که از این با پیاز داغ، یعنی این پیاز داغ هم برای سسش استفاده میشه هم برای داخلش مواد داخل رولت استفاده میشه دیگه. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. حالا تو بازم من قیافه من سه داره جون بگی گفتم. حالا دو تا هم بود دست میگه خیلی سخت بود خدایی. خب حالا یه دونه زرف بیاری. اگه اینو خودت هم رنده میکردی من بازم چشمام همینجوری عشق میاد. حالا نمیدونم چشمام ضعیفه فکر کنم اینقدر حساسه دیگه. ضعیف که هست، حالا نمیدونم شاید بیشتر ضعیف شده. خب حالا از آب پیازمون هم بگیلیم و چه صافی بامزه این داری. خب اصولو بیا من اینو بگیرم نم بذارم اینجا. خب به این نوش. خب الان هم ستاره جون زحمت کشید پیازشو درست کرد با کلی اشک ریزی. بعد الان باید گوشت چرخ کردم اونو به همراه پیاز رنده شده آب گرفته و پودر سوخاری هم ستاره جون زحمت بکشه بریزه. آره 3 تا قاشق من اندازه زدم برای این مقدار، ولی در بر 500 گرم همون 2 تا قاشق کافیه. بعد جعفری خرد شده هم که حالا به میزانی که خودتون میپسندین دیگه. خب بعد این هم مادرم حیفه. آره حیفه تو این آب میده. بعد نمک و فلفل و اینا هم برام. آره مرسی ستاره جون زحمتش بکشه. چه گوگولی هن اینا. خب در چوبه؟ آره هر چقدر بسته کافیه. نمک اینا دیگه چشمیه واقعا. آره اینا یه چیزیه که خود مثلا کسی که داره آشپزی میکنه متوجه. آره کافی خوبه دیگه. تو موادش هم هست فلفل قرمز. خب بس بس اونو بیشتر برای سس بشه. زنجبین هم برام بزنی اینجوری بپاچه بپاچه. منم یاد بگیرم بلکه درست کنم. آشه خیلی دوست دارم خیلی مثلا اینجور غذای سداره باید اینطوری برگردونی اینجوری. چون پودر زنجبیل یه جوری که راحت نمیریزه. آره میخواد درشو باز کنی راحت. نه بابا هر چقدر هست بهت بگو. چون زنجبیل معمولا بیشتر میریزم که هم خوش عطر میکنه. حالا البته بچه های اینم بهتون بگم که تندم هست دیگه درسته. آره آره یه مقدار تندم هست. بعد اینم بهتون بگم که هر جای گوشت چرخ کرده رو مثلا بگیم فقط چرخ کرده نیست، مثلا حتما سردست بگیریم. من اینو الان سردست گوسفند گرفتم. هم خاصیتش بیشتره. فقط از گوشتت گوسفندیه؟ آره فقط گوسفندیه. بازم میخواد ولی خیالتون پره کلا. آره گفتم بهت که بریز بریز. آها خب بعد بچه ها اینم بهتون بگم، فکر نکنین گوسفندی بو میده. آها نه یعنی نه. به هیچ عنوان کسایی که حتی گوسفندی هم دوست ندارن من درست میکنم اصلا متوجه نمیشن گوسفندیه، مخصوصا با این ادویه ها کلن طعم اون بوی زهم گوشت گرفته میشه. آره بعد تو سس هم که میره که دیگه. آره آفرین دیگه کلن از بین میره. بعد اینو به اندازه کافی بعد ورز بدیم. منم بیا جلو قشنگ. بعد که ورز دادیم کامل قاطی شد موادمون، باید روی تخته سلفون رو بذاریم. سس که هم میدونه پیاز توشه. بعد سلفون رو بذاریم یه دونه پهنش کنیم یه ذره با وردنه و اندازه که ضخامتش 1 سانت باشه. بعد اون موادیو که الان باید تفت بدیم و با هم چیزش کنیم پس هم کنیم یه کوچولو شبیه همون رولت مرغه. اونم ما هم پهن میکنیم. آره. ولی خب مواد توش مثلا من پنیر پیتزا و قارچ و اینم همینطوریه. اینم خیلی ها پنیرم میذارم ولی خب من کلا مثلا چون این حالت خوراک داره
اونطوری پنیر بذاری دیگه از اون حالت خوراکی در میاد. آره. مثلا میشه حالت فست فودی میشه. آره درسته. ولی اینطوری که مثلا بخوای سس داشته باشه و با نون یا حالا با برنج بخوری یا حالت خوراک میشه. خوراک باشه بعد حتما مثلا پنیر دیگه توش نباشه. آره آره درست. آره. یه تا اونجا که میتونیم خلاصه ورز میدیم. پنیر میگم چیز پودر سوخاری هم برای اینه که یکم چسبندگیش بیشتر بشه. به خاطر معمولا حتی همبر هم درست میکنن خونگی. باید حتما پودر سوخاری توش بریزی. گفتی همبر. باید به محمد بگم از اون گوشتای معروفش. وای آره. وای انقدر بعد عادلم خوب درست میکنه همبر بیرونی و اون سری که برای به فهمایی چام درست کرده بود. یعنی ما همه همینجوری مونیم. درست خونه برد دود شده بود ولی میگونیم ارزشش رو داشت چون خیلی خوشمزه درست کرد. خدایی کرده. یعنی اون گوشت فوق‌العاده است. آره. فوق‌العاده است. من یه چیزی میگم یه چیز میشم. من باهاش یک کف کباب درست میکنم که اون معروف مامان دوست داره. مامان خیلی دوست خیلی داره. علی هم خیلی خوشش اومده و من که نمیتونم علی خورده. آره. بعد من دیدم که اونو چطوری درست کرده. گفتم این با گوشت معروف محمد درست کردم. خیلی یه گوشت مثلا کوبیده آماده بگی برات میزنه. اون خیلی خوشمزه است خدایی. باید همون کارو بکنی. آره. یه آموزش همبرگر هم داری. ایشالله. آخر رفتی اون شغلا رو داشتی چیز میکردی رفتی پیش محمد؟ نه آخر خودش چیز نکرد. میدونه من حالم خیلی بد میشه از دوش. همش میترسه. آره. تو بخوای بیای همیشه یه استرسی داره. تو میدونی اصلا هر وقت رفتم مغازه که گوشت بگیرم من بیرون میمونم. بعد مثلا مشتری ها که میان فکر میکنم من به خاطر این داخل شلوغه مثلا نمیرم. هی اصرار میکنم بفرمایید بفرمایید. نه من راحتم. بعد هر دفعه میرم گوشت بگیرم خب مثلا داخل پلاستیک هم میذاره اصلا دست خودم نیست. واقعا حالت خیلی بدی. یعنی بعضی وقتا از این که حالم خیلی بد میشه خودم هم ناراحت میشم نمیتونم. به خاطر هم محمد دوست نداشت من اونجا مشغول به کار بشم. میدونست خیلی بهم سخت میگه. ببخشید چه سرصدایی من میکنم خیلی سخته. این طرف رو میخوره به میز. نه با دستکش واقعا سخته. ما خونگی خودمون با دست خودمون بچنگ اینجور چیزا رو حل میگیریم. دستمون تمیزه دیگه همش داریم دائم. به هر حال مخصم ما به خدا. من از صبح تا شب یک سر اینقدر دستم خشکی داره. بگم وقت کرم زدن ندارم اصلا. میدونی. یا آخر شب میشه یه ذره کرم میزنم چون یک سر داره شسته میشه. وسط روله تو آماده کنیم. فلفل دلمه رو چون من پیاز سرخ کرده دارم. اول فلفل دلمه رو میریزم. ولی اونایی که مثلا پیاز سرخ کرده ندارن اول باید پیاز داغش رو درست کنم. اینو میریزم. زرشکشو. همزمان من همه رو با هم قاطی میکنم. پیازم هم که سرخ کرده است آخر کار. یه سر این دوتا رو با هم تفت دادم. یکم آبش خوش شد. زرچوبه و اینا میزنم. ادویه رو بهش میزنم. بعد اینو که تفت دادم آخر کار گردو و پیاز داغش هم بهش اضافه میکنم. یه تفت کوچیک با اونا بخوره کافیه چون این آب داره باید حتما آبش گرفته بشه. اگه تو رولت آب داشته باشه رولت رو از هم باز میکنه. این زرچوبه رو فقط به خاطر ذره عطرش میزنم یعنی دلیل خاصی نداره ولی تو سسش مثلا بیشتر زرچوبه باید بزنید. یک کوچولو نمک. اینا هم چشمی دیگه. حالا یه قاشق بخوای حساب کنی کمتر یه قاشق مربا خوری کمتر. یک کوچولو هم فلفل و ادویه ثابت من برای گوشت زنجبیل بمونم. این کوچولو میزنیم و حالا موادمون رو با هم باقی میکنیم. خوشگل بشه. چون که باید اول یه ذره موادمون سرد بشه یعنی مواد میانیمون که داریم درست میکنیم باید اول مثلا یه ذره سرخ شد و اینا بذاریم یکم سرد شه چون رو رولت میخوایم بذاریم نباید داغ باشه. واسه همین الان به نظر من اول اینو زودتر درست میکنم بعد رولت رو پهن میکنم یعنی گوشت رو پهن میکنم برای که رولش کنم. کم آبش گرفته شد گردو رو اضافه میکنم.
دست گلوی است که خدا. گلو پیازا هم اگر که پیاز سرخ کرده ندارین، یه دونه پیاز درشت برای مواد میانیش به نظرم کافیه. بعد من چون بچه هم نمیخورن، همه رو معمولا نگینی آماده میکنم که اینطوری توی غذا مشخص نشه خورده بشه. حالا بعضی خلال دوست دارن، بری دوست دارن، هر جور خودشون میپسندن دیگه. اینم الان یه ذره شعلش رو کم میکنم واسه خودش چیپ چیپ به قول آقامون چیپ چیپ درست بشه. میریم سراغ گوشتمون. اینم ویوی آخرش ستاره جون. اینو اینطوری میشه بچه ها. خب دوستان، ما میتونیم داخل، یعنی پشت یه سینی سلفون بکشیم. حالا نصف این موادمون رو برمیداریم چون خیلی زیاده، دو تا رولت میتونیم باش درست کنیم. البته این 500 گرم نیست، از 500 گرم بیشتر. بیشتر مثلا، آره. مثلا 500 گرم همون یه رول رو کافی بهتون میده برای 5 نفر به نظرم یه غذای نرمال. ولی اگه بر من عادل باشه دو نفر است. آره دو نفر نرمال. جون بچه اینو قشنگ اینجوری پهنش کنی، نه خیلی خیلی نازک باشه نه خیلی زخیم. مریم جان یه ذره بیا از جلو ویدیو بگیر اینا رو بچه ها ببینن. تو هم اینجوری مستطیل. آره آره دقیقا مستطیل درست میکنی. بعدم باز خود سمیم بچه دست هم تمیزه، خیالتون راحت. با دستکش واقعا نمیشه راحت اینو اینجوری درست کرد. بعد گوشتی هم که ورز داده بشه دیگه اصلا نمیچسبه. آره یعنی راحت. دقیقا بارا عشقم اگه این نازکتر چیز میکنی به من بگو. یکم اگه مثلا نازکترش کنی که راحت. آره که رول میشه. آره قشنگ اون رولش توش معلوم بشه. آره خوبه عالیه. خب حالا از موادمون که سرد شده کار میکنیم؟ یه لایه کلن مثلا حالا لباش رو یکی دوستان نزنی یه لایه وسطش. آره بعد من اینم متوجه شدم تو رول، اگه بخوایم از این ور چون نمیخوایم رول کنیم. آره. از اینجا نزدیک باشه ولی اینجا رو دیگه خالی بذاریم. آفره اون لبه آخرش رو باید. آره خالی که بتونیم بپیچونیم بچه. آره. این نکته رو حتما دقت کنیم. اولش رو میتونین از لب. آره. لب بریزیم ولی آخرش رو که میخوان، یعنی آخرین قسمت رول که میخواد بسته بشه، باید حتما یکی دو سان بیشتر، سه سان مثلا. آره. هیچی نریزی مواد رو. من اینو بعد با تجربه. آره دقیقا منم اینطوری خرابکاری کردم. آره این از این. عالی شد مرسی قربونت برم. خب حالا از مواد بریزم. آره این موادش هم نصف میکنم دیگه. آره از همینجا. تو کنارهاش هم کمتر میریزی؟ نه کنارش چون دیگه به هر حال بسته میشه، مثل حالت چون رولو اینطوری میچرخونیم حالت سوسیس فرم میشه. چه شبه. نه همینجوری پخشش میکنیم. من میگم خواستم تعادل ایجاد کنم نصف در نصف باشه. خب حالا اینو قشنگ اینجوری دلمه. خیلی عطر خوبی به گوشت و مرغ میده. من خیلی دوست دارم. ما همیشه تو خونه باید دلمه استفاده بشه. خب اینم از این. خوبه؟ آره عالیه. میریم سراغ رول. ببینیم بچه ها این تیکه آخرشو هیچی نریخته چون آخرین لحظه وقتی میخوای بچسبونی اگه مواد باشه دیگه نمیچسبه بهش. خب حالا اینو از دیگه اینجوری چقدر با سینی خوب بود. آره ببین اینو خیلی راحت اینجوری اینجوری آروم آروم رول میکنیم درسته؟ آره اینجا چون موادش زیاده. آها آفری ستاره جون یه آشپز حرفه‌ای یا بچه. یعنی اگه بخواد رستوران بزنه مطمئنن یکی از بهترین رستوران داره شهرشون میشه. با من زانتو قش. من زانتو. من دیگه کم کم یاد گرفتم، نه اینکه واقعا وارد باشم تو هر چیزی. منم اینطوری هم. منم کم مثلا یه وقتایی که بعضی وقتا مهمون دارم و خیلی برام مهمه دوست دارم یه چیز دقیقا دوست دارم چیز خوب مثلا ارائه بدم ولی همون روز تو بدونی چه دسته گلی به آب میدم.
میتونم بهت کمک کنم. اینا آره اینا از این ور. حالا اینو قشنگ بچه‌ها اینجوری درسته میچسبید. آره اینجوری می‌کنیم بعد این دو طرفشو باید بگیری اینطوری رولی ببری بیاری که فیکس بشه روش. نه نه ببند. ببندم. آره کامل ببندش خب. اینطوری ببند. چون گوشته مثلا مرغ راحت‌تر جمع میشه ولی گوشت امکان باز آره، شدنش آره، آره. زیادتر. خب بچه ها ما یه دونه رول و ستاره جون زحمت کشید آماده کرد، فقط قسمت آخرش رو باید یه توضیح بهتون بدم. وقتی که کلن رول کردین تموم شد دو تا یعنی سلفون رو کلن دورش میپیچین، بعد یه حالت سوسیس فرم اینو اینطوری دو طرفش رو میگیرین، اینقدر اینو میچرخونین که یه رول مثلا خیلی محکم بهتون بده. حالا اگه کیسه فریزر باشه یه ذره اینو خراب میکنه چون از اون حالتش در میاد، ولی سلفون این خوبیو داره که همون حالت بهتون تحویلش میده. بعد اینو میذاریم توی فریزر 20 دقیقه استراحت کنه، بعد تو روغن داغ داغ سرخش میکنیم که بعد بخوابونیمش توی همون سوسی که درست داریم میکنیم. توی یخچال باشه ایراد داره؟ نه توی یخچال هم باشه ولی بعد یکم زمانش بیشتر باشه. من میگم چون عجله داریم 20 دقیقه میذاری فریزر سری، چون نه یخ میزنه فقط اون سردی خودش رو نگه میداره. هم بچا داشتیم ویدیو میگرفتیم یه جای ویدیو یه صدای بوق بود که دیگه من مجبور شدم اونو کات کنم دوباره همین قسمت رو بگیرم که شما قشنگ ببینید. حالا من زحمت بکشم بازم که بازی رو سسش رو بازی بده. بچه ها تو همون تابه‌ای که مواد رو درست کرده بودن دیگه تابه رو نمیشون دیگه نیازی نیست. بعد روغن ریختم، زردچوبه رو تفت دادم چون پیاز سرخ کرده داشتم. خیلی راحت پیاز سرخ کرده رو اضافه میکنیم و گوجه‌ای که پوره کرده بودم پوستش رو گرفتم پوره کردم. اینجا میتونین ربم اضافه کنین، هر کسی هر جور سلیقه‌شه، ولی گوجه معمولا طعم گوشت رو خیلی خوشمزه تر میکنه. بعد که سس مثلا قشنگ جا افتاد روغنش رنگ گرفت، آخر کار فلفل دلمه‌ای که حلقه کردیم و میچینم کف این مواد، بعد رولیو که سرخ کردم و میذارم روش تا درست بشه. تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه بعدش بمونه دیگه تمومه. خب بچه ما سسمون رو آماده کردیم ولی چون گوجمون یه خورده رنگ نداشت یه کوچولو رو بهش اضافه کردم، بازم اونم سلیقه‌ایه. اینا رو میچینم کفش. وقتی که رولتمون رو سرخ کردیم میذاریم روی این، میذاریم بپزه یه نیم ساعت بپزه. الان هم روغنمون رو باید داغ داغ کنیم چون گوشته مطمئنن از هم وا میره. اگه یه ذره مثلا کم باشه از هم وا میره، باید حتما با شعله زیاد اولم اولین جایی که اون آخرین لحظه رو هم تا خورده باید اونو حتما بذاریم. حالا اینو باز میکنیم. من از راضیه جون پرسیدم که میتونیم اینو بدون سس درست کنیم که مثلا مثل رولت مرغ اسلایسی برای حالا پذیرایی ازش استفاده کنیم، که گفت آره این سسش هم واسه زیاد هم نیست، یعنی میذاریم با همون یکم بخار پز بشه قشنگ مغز پخت بشه مثلا سسی نمیمونه. آره. در اصل بخوای آره. حساب کنی حالا دوست داشتید میتونید اینو یه ذره چی میگن آبدارتر درست کنید. آره آره اگه مثلا خوراک فرم که مثلا مثل خورشتی بخوام باشه میتونن آبدارترش کنن. بذاری بعدیشم بذاری به سسای خوشگل. خیلی قشنگ شده، هم قشنگ هم خوشمزه. حالا تو اگه بخوای درست کنی اونطوری باریکترش کن. آره بکن از اینم باریکتر. نه بخوام برای مامان درست کنم اونم همینجوری دوست داشت. حالا به همین روشی که گفتی درست میکنم. و اینکه دوستان یادم رفت یعنی بگم که برای این رولت شما میتونید از تخم مرغ هم استفاده کنید تو موقعی که گوشت رو میخواید ورز بدید، ولی واقعا سلیقه‌ایه چون حالا بعضیا استفاده میکنن بعضیا هم اونجوری چیز نمیکنن نمیزنن. سلطه آره میشه میزنه. آره فرقی در اون چسبندگی مواد خوب ورز بدین فرقی نداره. آره آره دیگه اینو باید یه جوری بچرخونمش که همه طرفش سرخ بشه. هم با لیسفت هم خیلی راحت بشه. آره دیگه یه جوری سختت میشه با لیسفت و مثلا دو تا لیسفت داشتم. آره با من دو تا ندارم دیگه.
ندونه داره. اصلا برات میگیره. میخرم برا. این چون قشنگ آره هلال میشه. آها فهمیدم با چی بزنم. چند تا الان خرج کردم با این. این نرمه. آره آره. آره ببین عالی در حال سرخ شدنه. ببین اینا چه سخته با این نه. از اون بریم. آها ببین بچه ها اینطوری قشنگ سرخ که شد زیرش هم اصلا نباید کم کنی، باید با شعله زیاد سرخ بشه که خودش رو بگیره. بعد که سرخ شد قشنگ دیگه میذاریمش تو اون سسمون. خب الان هم باید انتقال بدیم اونم بیا بام کمن بام کمن. آره عزیزم یک من انجام بدم. من این برم تعادل دارم. بیا موازه با دستت نسوزه بگه این از این. خب این هم همینطوری ها موازه باشیم برش بگه. خب بچه ها حالا شعله این سس رو کم میکنیم با شعله ملایم. شعله چه کم میکنیم با شعله ملایم؟ آره زیرش رو کم میکنیم میذاریم با شعله ملایم قشنگ موادش مغز پخت بشه. هر از گاهی هم باید بهش سر بزنیم این سس رو بریزین روی این که هم خشک نشه گوشتش. آره. هم تم بگیره. زعفرون هم آره بریزیم. آره زعفرون هم باید بریزیم. خوش رو یاد آوریش. روش بریزن؟ آره آره روش بریز چون همزمان سس هم میریزیم دیگه با اون ترکیب میشه. بریز کمارو. آره خیلی نیست. آبش دیگه داره. یخ ریختم داخلش. به به. ظاهرش. بچه ها سسمون آماده شد. رولا هم که سرخ شد. الان یه لایه از مواد سس رو میریزیم روی رولمون. و زعفرون هم که ریختیم روش خیلی خوشمزه خوشعد میذاریم برای خودش با حرارت ملایم درست بشه. هر چند دقیقه یه بارم اگه تونستین حوصله‌تون شد آره، یه سر بزنیم. آره یه سر بزنیم اون سس رو بریزین روش که از حالت خشکی بیرون بیاد دیگه. امیدوارم درست کنین بره. خوشتون بیاد ازش. ستاره جون هم حمایت کنین نه. اگه خوشتون اومد البته طعمش رو دوست داشتین درست کردین و اینا. آره. نظرات خودتون آره. بنویسید و اینکه اگه درست کردین شما روش دیگه ای مثلا آره. خوب شده برامون بنویسین خوشحال میشیم من بدونی. که اینو خیلی دوست داشتم. امیدوارم شما دوست داشته باشید. حالا در انتهای کار نتیجه کارم بهتون نشون میدیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید براتون مفید بوده باشه و اینکه اگر خوشتون اومد به قول عشق هم از من حمایت کنید دیگه. آره عزیزم. همه تلاشمو میکنم ویدیوهای خوب باهاتون به اشتراک بذارم که استفاده کنید و از تجربیات هم دیگه آشپزیهای هم دیگه خلاصه چیزایی جون البته بگم یه آشپز فوق العاده است ولی برم. چون دوست داره هر سری جدید ترش کنه هر چیزی از هر کسی مثلا بدون آره. اونو خوب درست میکنه. اکرم جون واقعا آشپزیش خوبه. آره فوق العاده است. سیمین جون خوبه ولی ستاره جون کلا به روزه همیشه مثلا آشپزیاش به خدا خیلی خوبه. فکر نکنین که مثلا حالا من میخوام چیزی بهش یاد بدم. نه اصلا من اینو برای به قصد اومدن و یاد گرفتن اومدم که بعد از این من تو سفره خوش رنگ و قشنگم از این غذای خوشمزه استفاده که قربونت برم. بچه ها رولت گوشت ما آماده است. الان میخواییم برشش بزنیم. نگم براتون از عطر و طعمش بعد تست کرد. چون دوتا رولت بود میتونستیم راحت تست کنیم. اول برش میزنیم یک کوچولو بذارید که خنک بشه که راحت تر بتونید برش بزنید. آره ما چون الان یه خورده به خاطر ویدیومون دوست داریم آره. که زودتر کارمون تموم بشه داریم یه ذره داغ داغ هنوز بخار ازش بلند میشه چون بچه ها رفته بودن ورزش. آره الان بیان سرسته ها میکنه تا
دوتا فسقلی های ما رفتن ورزش روزای فردشون دیگه، الان از راه میرسن. عالی شد مادر، اینطوری دلتون نخواد بچه ها. بعدم با یه ذره جعفری و یه ذره یک دوتا دونه لیمو من بیام اونور قسمت تزیناتش آره. رو انجام بدم. آره خیلی خیلی آره آره. باید یه کوچولو بذاریم خونه. آره باید بذاریم سچ. شما بچه ها به خاطر اینکه ما داریم ویدیو میگیریم دیگه، عجله‌ای واقعا داریم ویدیو میگیریم، شما بذارید خونک شه بعد راحت تر میتونید بولش بزنید. اگر نه اصلا ببینید روله هیچ به شما آره باز نشد. آره الان هم ایران نداره، همونجوری بذار. آره همونجوری بذار. آخه قیافش کیف خوشگلیس میره. نه خوشگل همونجوریه. خلاصه این که امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه، خوشتون اومده باشه، دوست داشتید راضیه. بچه وسط ویدیو یه چند بار گوشیم زنگ خورد، دیگه مجبور شدم کات بدم. این از رولت خوشمزه گوشت ما، دست عروس قشنگمون. بوسه کنم امروز وقت گذاشتی، واقعا خیلی سخته. کسایی که بچه دارن ویدیو گرفتن آموزش گرفتن خیلی سخته و مرسی از تو که امروز برام وقت گذاشتی بتونم ویدیو داشته باشم. امیدوارم بچه ها خوششون بیاد، امیدوارم لذت ببرن، یعنی درست کنن و ازش لذت ببرن. و اگه ستاره جون هم حمایت کنین که ما خیلی خوشحال میشیم، چون واقعا ستاره جون تحت هر شرایطی خدایی داره ویدیو درست میکنه. یعنی من واقعا به شخصه نمیتونم، نه توانشو دارم نه حوصله‌شو. آره خب واقعا یکم خیلی سخته. آره ولی با کمک شما دوستان عزیز، با عشقی که به شما داره، مطمئنا اینطوری توان داره. امیدوارم که بازم بتونم ویدیوهای خوب باهاتون به اشتراک بذارم. این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره با دوستاتون به اشتراک بذارید، برای پیشرفت کانالمون لایکش کنید و دیگه ما معرفی کنید دیگه، بذارید که برای کانالمون پیشرفت کنید. دوستتون دارم، مرسی که همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.